ارلینگ هالند و بارسلونا، کاری از دست گواردیولا ساختن نیست. ستاره رئال تأیید کرد، امباپه در راه است. راز تحول بارسلونا، آماده باش با پی اس جی. برنابیو آماده انتقام، سرگیجه با سیتیزن ها. پست مرموز امباپه، بی صبرانه منتظر مادرید. ادای جیب مارکا، دو ستاره بارسا را از ال کلاسیکو محروم کنید. خط و نشانی انریکه برای امباپه، من سرمربیم. لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن به انتقادات از تعویض کلین امباپه واکنش نشان داد. انریکه پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران درباره پیروزی تیمش اظهار داشت: بازی در زمین مارسی همیشه برای ما بسیار سخت و دشوار است. ما برای کسب پیروزی قدم به این بازی گذاشته بودیم. امباپه در این بازی با تصمیم سرمربی اسپانوی و در دقیقه 64 از زمین بازی بیرون رفت. فراموش جای او را در خط حمله پی اس جی گرفت. تصمیمی که به سود آنها و باعث گلزنی این بازیکن هم شد. اما بار دیگر حواشی بسیاری را برای این تیم به همراه داشت. سرمربی پی اس جی در پاسخ به سوالی در این باره گفت: مردم با تصمیم من موافق نیستند. برای مهم نیست. هر هفته داستان همین است. هر هفته خسته کننده شده است. من سرمربی هستم و منم که تصمیم میگیرم. تمام تلاشم را برای پی اس جی میکنم و این کار را تا آخرین روز حضورم در این تیم ادامه خواهم داد. حمله رونالدو با پوکر تاریخی. 4 آقای گلی در 4 کشور مختلف. کریستیانو رونالدو با یک عمر فوق‌العاده نزدیک می‌شود. سیرسوین در پایان فصل ممکن است اولین ستاره باشد که در 4 کشور آقای گل شده است. النصر به عنوان یک تیم فصل خوب را پشت سر نگذاشتند. آنها در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ضربات پنالتی مقابل آل امارات حذف شدند و در لیگ عربستان قهرمانی برایشان عملاً غیر ممکن است، چرا که 9 هفته مانده به پایان فصل با 12 امتیاز پشت سر الهلال ایستادند. اما برخلاف النصر، کریستیانو رونالدو فصل عالی داشته و همه شواهد نشان می‌دهد که فصل درخشان او در هفته‌های باقی مانده هم درخشان خواهد بود. با اعتصاب هتریک کریستیانو مقابل التایی، او در این فصل آمار درخشان زیر را در لیگ روشن به نام خود ثبت کرده است. 34 مسابقه، 33 گل و 11 پاس گل. کریستیانو با این گل‌ها کل گل‌های داوران فوتبالش را به عدد 882 رساند. تا افسانه او به عنوان بهترین گلزن تاریخ این ورزش پررنگ‌تر شود. کریستیانو با تبدیل شدن به آقای گل لیگ عربستان در فصل جاری فاصله زیادی ندارد. او حالا صدرنشین لیست گلزنان لیگ روشن است و با نفر دوم الکساندر میتروویچ 4 گل فاصله دارد. رونالدو تا اینجا در لیگ روشن 26 گل به ثمر رسانده و آمار گلزنی ستاره الهلال 22 گل بوده است. بمب نیمار، مقصد بعدی ستاره برزیلی مشخص شد. نیمار ستاره برزیلی الهلال تایید کرد که با ترک این باشگاه در سال 2025 به کشورش باز خواهد گشت. نیمار در پنجره نقل و انتقالات تابستانی و با دستمزد هنگفت راهی باشگاه الهلال عربستان شد تا یکی دیگر از ستاره بزرگ باشد که در لیگ این کشور حضور پیدا می کند. با این حال شرایط به هیچ وجه مطابق انتظاری و مدیران این باشگاه پیش نرفت و این بازیکن به دلیل پارگی رباط صلیبی چاره جز انجام عمل جراحی نداشت و بدین ترتیب ادامه فصل را از دست داد، که این موضوع باعث ناراحتی و نارضایتی مدیران الهلال شد. بسیار از رسانه‌های ورزشی مطرح در سراسر دنیا در طول چند ماه گذشته بارها از احتمال جدایی این ستاره برزیلی از الهلال خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی ندارد و می‌خواهد تا پایان مهلت قراردادش به حضور در عربستان ادامه دهد. رسانه‌های برزیلی خبر دادند که نیمار در جریان حضورش در رختکن سانتوس پیش از بازی شب گذشته برابر پالمیراس به بازیکنان این تیم وعده داده است که قصد دارد در سال 2025 و پس از ترک الهلال به برزیل برگردد. رئال در انتظار ال کلاسیکو، کار بارسا یکسره می شود. این هدف آنچلوتی است. رئال مادرید تحت تاثیر فشار بارسا قرار نگرفت و دیشب بیلبائو را شکست داد. پیروزی در ال کلاسیکو می تواند تکلیف قهرمانی لالیگا را برای رئال روشن کند. فاصله دو تیم 8 امتیاز است و هنوز 8 بازی دیگر نیز باقی مانده است. بارسا اگر میخواهد شانسی برای قهرمانی داشته باشد، باید این فاصله امتیازی را تا روز ال کلاسیکوی برگشت حفظ کند. دو تیم تا ال کلاسیکو یک بازی بیرون خانه خواهند داشت. رئال به زمین مایورکا میرود و بارسا نیز مهمان کادیز است. هر دو بازی پیچیده خواهد بود، چرا که رقبایشان برای فرار از سقوط میجنگند. به اینها بازی های حساس در لیگ قهرمانان را نیز باید اضافه کرد. تقویم رئال و بارسا.
رئال مادرید تقویم راحت تری نسبت به رقیب خود دارد. رئال در برنابه و میزبان بارسا، کادیز، آلاوس و بتیس خواهد بود و باید به زمین مایورکا، رئال سوسیداد، گرانادا و ویارئال برود. صدرنشین در تمام فصل فقط یک بازی را باخته، آن هم در زمین اتلتیکو، و در خانه نیز فقط دو تساوی مقابل رایو و اتلتیکو داشته است. بارسا باید به زمین کادیز، رئال مادرید، خیرونا، آلمریا و سیویا برود و در خانه نیز میزبان والنسیا، رئال سوسیداد و رایو خواهد بود. آنچلوتی میخواهد در همین ال کلاسیکو با شکست بارسا تکلیف قهرمانی را یکسره کند، ولی ژاوی میخواهد نبرد را به هفته های پایینی بکشاند. چه کسی موفق خواهد شد؟ برنابیو آماده انتقام. سرگی جب با سیتیزن ها دالی ها برای گرفتن انتقام شکست فصل گذشته از سیتی برنامه ویژه در برنابیو دارد. درست در شبی که رئال مادرید در برنابیو به جای سفید با رنگ بنفش بازی کرد، سکوهای دو آتش های رئال از بقیه ورزشگاه و از همه هواداران که برای تماشای بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل سیتی به برنابیو میروند، خواستند که پیراهن سفید بپوشند. آنها میخواهند بازیکنان سیتی در سرتاسر ورزشگاه فقط یک رنگ سفید را ببینند. هواداران رئال میدانند که کسب یک نتیجه خوب در بازی رفت برابر سیتی بسیار مهم است، زیرا رئال مادرید هرگز نتوانست در زمین سیتی برنده شود. رئال باید بازی رفت را با نتیجه خوبی برنده شود تا با روحیه مثبت به اتحاد برود. برای این مهم هواداران رئال برنامه ویژه دارند. هواداران یار 12 رئال خواهند بود و میخوان تا جایی که میتوانند فشار بیاورند تا میهمان را تحت تاثیر قرار دهند. هدف سفید کردن سکوهاست. دیشب در جریان بازی با بلباو دو آتش ها از طریق بنیرین درخواست را مطرح کردند. 9/4/2024 برنابیو با لباس سفید. مارکا نوشته است که روبرت لواندوفسکی و کانسلو به دلیل دریافت کارت زرد عمدی باید بازی با رئال را از دست بدهند. روبرت لواندوفسکی، کانسلو و اینیگو مارتینز پنجمین کارت زرد خود را در دیدار مقابل لاس پالماس گرفتند، کارتی که برایشان یک جلسه محرومیت را به همراه دارد. این سه بازیکن بازی مقابل کادیز را از دست خواهند داد و سپس می توانند بدون مشکل در دیدار مقابل رئال مادرید در برنابیو بازی کنند. با این حال مارکا نوشته است که در مورد لواندوفسکی و کانسلو، آنها باید با دو بازی مجازات شوند و بنابراین بازی با رئال مادرید را از دست بدهند. قانون انضباطی فدراسیون فوتبال در این مورد قاطعانه است و میگوید اگر فوتبالیست عمدن کارت بگیرد تا از محرومیت در یک بازی حساس فرار کند، مستحق جریمه است. مشخص بود که لواندوفسکی و کانسلو به عمد کارت گرفتند تا بدون مشکل به کلاسیکو برسند. در مورد اینیگو ولی کارت زرد او اجتناب ناپذیر بود و به عنوان یک مدافع او همیشه در معرض گرفتن اخطار است. رودریگو ستاره برزیلی رئال مادرید میگوید که لینمبپه به زودی به این تیم ملحق خواهد شد. او در پاسخ به سوالی درباره پیوستن لینمبپه به رئال گفت: فکر میکنم او به تیم ما نزدیک است، چون همه همین حرف را میزنند. من به شما خبرنگاران اعتماد میکنم. ما در حال حاضر به اینکه او قرار است کجا بازی کند فکر نمیکنیم، فقط به پایان خوب این فصل فکر میکنیم. راز تحول بارسلونا، آماده باش به پی اس جی. بازگشت سهکام دفاعی. بارسلونا با ثبات دفاعی فصل گذشته خود برگشته و حالا خوشبین‌تر از همیشه برای ادامه مسیر در لیگ قهرمانان است. بارسلونا تا هفته ها تیم مدعی و در قامت قهرمانی نه در لالیگا و نه در لیگ قهرمانان نبود، ولی بعد از شکست خانگی مقابل ویارئال و اعلام استعفای ژاوی در پایان فصل ورق برگشت و آبی و ناری ها هرچند اندک اما هنوز در لالیگا شانس قهرمانی دارند. در لیگ قهرمانان وضعیت بهتر است و تیم به یک چهارم نهایی رسیده، در حالی که خوشبینی ها حالا مضاعف شده است. حریف بارسا پی اس جی است، ولی در کاتالونیا کس از تیم امبپه نمیترسد. برای این خوشبینی بارسا دلایل خوبی دارد. تیم 11 هفته متوالی بدون شکست بوده و توانسته در 5 بازی اخیر نیز دروازه اش را بسته نگه دارد. این دومین روند بدون شکست خوب در فصل جاری بعد از 14 بازی متوالی بدون باخت در ابتدای فصل است. رئال بود که به این روند در ال کلاسیکو پایان داد. ترشتگان بعد از بازی با سلتا دیگر گلی دریافت نکرده و کلین شیت کرده است. 5 کلین شیت متوالی تا مشخص شود. بارسا به استحکام دفاعی فصل گذشته خود رسیده است، آن هم بدون بازیکنان مهمی چون پدری و دیونگ و بعضا مصدومان مهم در فاز دفاعی. ظهور پاو کوبارسی 17 ساله نیز در این مهم موثر بوده است. بارسا در دو هفته پیش رو دو بازی حساس برابر پی اس جی دارد و با یک تیم متحول شده پاریسی ها را وادار به چالش خواهد کرد. ارلینگ هالند و بارسلونا، کاری از دست گواردیولا ساختن نیست. آخر اخبار از علاقه خوان لپورتا رئیس بارسلونا به جذب هالند شنیده می شود. در ابتدا این تنها یک شوخی تصور می شد، زیرا کاتالان ها وضعیت مالی خوبی ندارند و به نظر پول کافی برای این انتقال نخواهند داشت.
با این حال واقعیت ها در حال تغییر است، زیرا آخرین عکسی از پدر این بازیکن در شهر بارسلونا منتشر شده است. واضح است که هالند و پدرش به حضور در لالیگا فکر میکنند، زیرا اگرچه او در فصل اول حضورش در منچستر سیتی موفق به کسب سه‌گانه شد و بیش از 50 گل نیز به ثمر رساند، اما افتخارات شخصی کمی به دست آورد. خانواده هالند معتقدند که منچستر سیتی نتوانست او را چندان تبلیغ کند و آنها امیدوارند او راه لواندوفسکی را در پیش بگیرد تا نفوذ خود را گسترش دهند. از طرف انتقال امباپه برای آل مادرید نیز یک واقعیت است و هالند در بارسلونا میتواند یک دو قطبی جدید را برمغان بیاورد و کاتالان ها را پس از زواران مسی صاحب یک شماره ده با کلاس و مهم کند. در چنین شرایطی حتی گواردیولا هم قادر به انجام کاری نخواهد بود، زیرا سرمربی بارها بر اینکه دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید مقصد تمام ستارگان هستند تاکید کرده است. هالند نیز خانه یک مرحله بالاتر و با نفوذ بیشتر هست. حضور هالند در بارسلونا نشاط تازه به این تیم میبخشد و این به معنای بهبود قابل توجه قدرت تهاجمی آنهاست و از طرفی مزایای اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. خوان لاپورتا نیز بارها نشان داده که برای هالند اهمیت زیادی قائل است و همچنین ارلینگ میتواند انتظارات جدیدی در هواداران ایجاد کند و در صورت موفقیت آمیز بودن این انتقال هالند میتواند آنها را به اوج بازگرداند. پست مرموز امباپه، بی‌صبرانه منتظر مادرید. کلین امباپه ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن از شرایطش در این تیم چندان راضی و خوشحال نیست. بازی شب گذشته پی اس جی بار دیگر با هیاهوی خاصی از سوی امباپه همراه بود. اینکه شب گذشته او را از زمین بیرون کشید و این تصمیم به مذاق او خوش نیامد. این بازیکن در حالی از زمین بیرون رفت که با رفتار و حالت صورتش کاملا نشان داد که از این تصمیم راضی نیست و سرمربی اسپانیوی تیمش به خاطر اینکه بار دیگر تصمیم به تعویض او گرفتن ناراضی و ناراحت است و این روند پس از پایان بازی هم ادامه پیدا کرد. امباپه پس از این بازی عکسی را بدون هیچ توضیحی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد که بقیده بسیار رمزآلود و حاوی پیام خاصی بود. او در این عکس سرافکنده و ناراحت در حال ترک زمین با بازوبند کاپیتانی بیرون آورده شده دیده می شود و بسیار معتقد هستند که او حالا بی‌صبرانه فقط منتظر پیوستن برای آل مادرید و جدایی از پی اس جی است.